сокинони шар холо хобан. Тоҷирон ҳанӯз моли худро ҷо ба ҷо нагузоштан. Румиён дар кӯчаҳо қадам намезананд. Аммо ҳамон тавре ки ба ҷои хунукии саҳаргоҳон нимарӯзии тафсон меояд. Ин оромии субҳгоҳиро низ метавонад ғалоғула ва нооромиҳо иваз кунад. Ҳаргиз намедонӣ ки дар рӯзи нав туро чӣ интизор аст. یک طرف ایسته چرا پینهان میشه روح را خالی کنه بیانه رفته تو گاده مادرم را بیاریم خفو کرد و خفو تو باید روی چی گپ شد؟ مریم حالی مادرم بد شد چی شد دخترم؟ وای صوفی در خون میپرتوید نو گفزن او از که باز خون میپرتاید همین روز سر شد سارا گفت که تبش خیلی بلند است تشکر که اومدید خاله مادرت چی خیلی؟ نغز نه، شما رو جیغ زدن، مریم رو فرستادم اما او رو بیدار کردن نمیخواهم میتوانی بیروی نو من نمیدانستم چی کار کنم خوب کردی که مرا جیغ زدی وی از تب میسوزد با من آب سچاخ و کاسه لازم است مریم زودتر همه این رو بیار داوود تو چی کار کرده ایستاده ای؟ هیچ چیز من رفتم لباست خون‌آلود خیر چی؟ داوود داوود این باید تبش رو پست کند ما باید دعا کنیم مریم پدر شکر میگویم که ما با نام عیسی میتوانیم به حضور تو آییم از آن منت دارم که تو دعای ما رو میشنوی تو رو برای لیلای عزیز التجا میکنیم ما از تو خواهش میکنیم که درد و عذاب او را کم کنی با او سلامتی عطا کن خدایا تو او را از ما دیده زیادتر دوست میداری و ما او را به دستان مهربانی تو میسپاریم به نام عیسی آمین وقتی که برای مادرم دعا میکنم حس نمیکنم که خدا مرا میشنود چرا؟ نمیدونم من شرم دارم من کی هستم که از خدا طلب کنم؟ اما مریم
عیسی در روی صلیب شرم تو را به گردن خود گرفت و با اسم او راه به سوی خدا برایمان باز شد. ولی من نه مثل مادرم و نه مثل تو. هیچ کس در حضور خدای مقدس بودن نمی تواند. اما او به واسطه قربانی عیسی با ما راه را باز کرد. با او به این کاسه نگاه کن. یک قطره خون یا افلاسی ترکیب آن را ویران می کند. با گناه نیست چنین است عزیزم و مهم نیست که آن کلان است یا خورد. خدای توانا پاک و مقدس است. او هیچ گناه را طاقت ندارد. همان طوری که پودینه آب را تازه می کند، خدا نیز به واسطه مرگ و احیای عیسی ما را پاک می کند. عیسی پاک و بی گناه بود، ولی او برای گناه ها و بدکاری های ما جزا را به ذمه خود گرفت. او برای ما جانش را فدا کرد تا که ما را پاک سازد. او از مردگان احیا شد و حکم گناه و مرگ را ویران نموده عیب ما را به گردن خود گرفت. خدا ما را با خود آشتی کنند و ما این آشتی را به دست می آریم وقتی که عیسی مسیح وعده شده و قربانی او را برای خود قبول می کنیم، همون طوری که تو کردی مریم. او تو را می شنود و دوست می دارد. مریم مادرت چه خیل است؟ آه رفقا، کارهایت خوبند. هم عیسی، امیدوارم که کارهای تو هم خوب. خالش بهتر شد پدر، خاله رفقا یاری داد. برای چی این زن در خانه ماست؟ مگر نگفتم که نه خودش معقولم است نه شوهرش. اما پدر، وای دوگانه مادرم است. او زنی خوب و با عقل است. او با مثل ما نیست. شوهرش برای رومی ها انداز می چیند و او به عیسی ناصری ایمان دارد. مادرم گفت که او را بیارم پدر. خیر. شما چیکار کرده ایستاده اید؟ این شب به سربازان ما حمله کردند. با گمانم کدامی از شمایان این کار را کرده. از مایان؟ امکان ندارد. آدمانی خوبیم. کارهای بد نمیکنیم. شما جنایتکاران را پنهان میکنید. اینجا جنایتکاران نیستند. خانه را کفتکاو کنید. بیهوده وقت صرف میکنید. در خانه تنها زنهایند. من تمام شب در خانه بودم. اما پسرم و دامادم درون خانه را بین. آنها با رما در صحرا بودند. نه، ندروید. زنم سخت بیمار است. رفتم. ما بر میگردیم. بسرم وای چی کار کرده باشد؟ همش خوب است مادر جان، آنها رفتن. من برایش دعا میکنم
دعا میکنم. من هم برایش غم میخورم. وای به حد یک رب و خود سر است. مادرم بیمار است. داود باید غمی آیله را بخورد و خانواده خدمت کند. ولی به جای این امور را به بلا گرفتار میکند. او تنها فکر خودش را میکند. چگونه خدا کسی را دوست دارد که غمی آیلش را نمیخورد؟ باری عیسی درباره جوان مرد خود پسندی که تنها فکر خود را میکرد قصه را نقل کرد. همان پسر میخواست میراث خود را به دست دارد. پدرش خوشحال نبود، ولی هر چیزی را که از او طلب کرد به وی داد و پسر با جستجوی بخت به کشوری بیگانه روانه شد. دیری نگذشته او همه چیزی را که داشت برای کیف و صفای خود صرف کرد. به زودی وی بی پول و بی دوستان مانده قریب بود که بمیرد. و او چی کار کرد؟ وی پدرش را به یاد آورد. او سخاوتمندی و مهربانی های پدر خود، همچنین خدمتگارانی را به یاد آورد که همیشه در خانه او تا سرشوی نان می‌خوردند. وی قرار داد که برگردد و به پدرش بگوید: ای پدر، من پیش آسمان و پیش تو گناه کردم و لایق آن نیستم که پسری تو باشم. مرا چون یکی از خدمتگارانت قبول کن. و حتی وقتی که پسر خیلی دور بود، پدر با پیشوازی او دوید و او را آغوش کشیده بوسید و با غلامانش فرمود: زودتر لباس بهترین را آورده با او پوشانید. با دستانش انگشتری و با پایهایش پایفزول پوشانده گساله بهترین را بکشید. بیاید خرسندی کنیم، چون که پسر من مرده بود و اینک زنده شد، گم شده بود و حالا یافت شد. پدرش او را قبول کرد؟ آه، او برگشتنش را منتظر بود. به فکرت خدا انتظار داوود است؟ البته عزیزم، حتی به پیشوازش می دود. آیا پدر پسرش را همین طور قبول کرده می توانیست؟ اگر پسر یگان کاری بدی می کرد؟ پسر اونو درست رفتار کرد، اما پدر را بخشید. به فکرم برای برگشته با پدر و خوردن و پسر جسارت لازم بود. وقتی به خانه رفتنم شد، وگرنه شوهرم را میکوبد. امروز برای طولانی بود. این روزها برای تو و آیلت دشوارند. ولی من می دانم که در لحظه های دشوارترین حیات ما می توانیم به خدا و کلام او امید ببندیم. مریم، این برای تو. این امیدواری را ما در پیغمبر ایشعیا می‌بینیم. او گفته بود وقتی که خدا می‌آید، حتی بیابان شادی می‌کند. اگر من با مادرت در کار شوم، مرا چیخ زن. مایلش، تشکر برای همه چیز. Thank you.
با کدام قهرمان بیش از همه خود را مانند میکنید و برای چی؟ چرا آدم می خواهد بداند که آیا خدا دعاهای او را می شنود؟ به فکر مریم، رفقا و لیلا زنهای خوبند. به نظر شما چی انسان رو خوب میکند؟ ما باید چکار کنیم تا که مقبول خدا باشیم و بدانیم که او دعاهای ما رو می شنود. مثال درباره پسر ناقابل به ما آید مناسبت خداوند به آدمان چی میگوید؟